برنامه پند حقیقت آشکار همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. دوستان و هموطنان بسیار ارجمند، شما را به این برنامه خوش آمد گفته و آرزوی تندرستی و سلامتی و پیروزی شما را در زندگی از خدای متعال خواهانم. عزیزان، قبل از اینکه ما درباره زندگی زناشویی صحبت کنیم، بهتر دعا کنیم، بهتر با خدا صحبت کنیم و از خود بنیانگذار زندگی زناشویی بخواهیم که برای ما تفسیر کنه. خداوندا، به نام عیسی مسیح به حضورت آمده و از حضورت می طلبیم که کلام پاک تو، کلام زنده تو، کلام برنده تو ما را عوض کنه و تا امروز اگر ما در زندگی زناشوییمون شکست خوردیم، ما تقصیرات را به گردن کسی دیگه نندازیم و نمیندازیم، بلکه میگیم ما گناهکاریم، ما اشتباه کردیم، من باید اصلاح بشم، من باید متوجه بشم که چطور باید زندگی داشته باشم که همسرم از من راضی باشه، چطور زندگی داشته باشم که عیسی مسیح سر خانواده ما باشه و در نهایت جلال و عظمت و شکوه تو در این زندگی زناشوی ما دیده بشه. زیرا به نام عیسی مسیح و برای جلال نام تو می طلبم ای پدر مهربان، آمین. عزیزان، این مطلب زناشوی برای خیلی از هموطنان ما جا نیفتاده، یعنی هدف و منظور اصلا نمی دونن چی هست. خیال می کنن زندگی زناشوی یعنی زن گرفتن و بچه دار شدن،
ولی این ارتباط باید چگونه باشه هیچ تفسیری نیست، هیچ منبعی نیست که بتونن رجوع کنن، مرجعی نیست. اما کلام خدا برای ما روشن روشن کرده که زندگی زناشویی الگوی یک زندگی روحانی است. یعنی چه؟ یعنی خود خداوند در عیسی مسیح مثل داماد و کلیسا مثل عروسه. پس داماد عیسی مسیح، عروس کلیسا، کلیسا یعنی ایمانداران، یعنی اونهایی که با خون عیسی مسیح تمام گناهانشون پاک شده و تشکیل کلیسای جامعه مسیح دادن، اینها میشن کلیسا، میشن بدن مسیح. و بنیانگذار زندگی زناشویی خود خداوند بود. وقتی آدم را آفرید، از آدم استخوانی گرفت و حوا را ساخت. وقتی آدم حوا را دید گفت استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. و آدم و حوا هیچ وقت فکر طلاق نیفتادن. اما امروزه طلاق شده نقل و نبات و عیسی مسیح هم این پیشگویی را 2000 سال قبل کرد و در انجیل متی باب 24 نوشته شده. در آیه 37 انجیل متی باب 24 آیه 37 به بعد میگه عیسی مسیح میفرماید لیکن چنان که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. یعنی وقتی که عیسی مسیح میخواد بیاد این وقایع اتفاق میفته. چی اتفاق میفته؟ زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می خوردند و می آشامیدند و نکاح می کردند و منکوهه می شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت، نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. یعنی زمانی میاد که مردم مشغول زن گرفتن و طلاق دادنن، مشغول خانه ساختن و پول در آوردنن. اندیشه های این دنیا اونها رو خفه میکنه، اونها رو از خدا دور میکنه. اندیشه و ثروت این دنیا زندگی زناشویی را از هم میپاشه، معنیش رو از بین برده. ولی کلام خداوند یک فرمول خیلی ساده‌ای به ما ارزانی کرده داده. افسوسیان باب 5 آیه 22 تا 29، رساله افسوسیان باب 5 آیه 22 تا 29، پولس رسول چنین می نویسه: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همینطور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را. عزیزان توجه فرمودید، اطاعت زن، محبت مرد و محبت مرد به زن، اینا تشبیه کرده به عیسی مسیح و کلیسا. میگه همینطور که کلیسای مجید عیسی مسیح، یعنی تمام اونهایی که با محبت و فیض عیسی مسیح تمام گناهانشون برداشته شده، پاک شدن، مقدس شدن، مثل عروس شدن،
اینها از عیسی مسیح اطاعت میکنن. اما اطاعتی که این افراد یعنی مؤمنین انجام میدن نسبت به عیسی مسیح مطابق گفتار عیسی مسیح است، مطابق کلام خداست. پس ای زن، اگر میخوای شوهرتو اطاعت کنی، باید این اطاعت مطابقت کنه با کلام خدا. یعنی شوهر اگر یک چیزی میخواد که مطابقت نمیکنه با کلام خدا، زن نباید اطاعت کنه، چون به قهقرا میره، به باطلاق فرو میره. اگر شوهری تریاکیه و وادار میکنه که زنش تریاک بکشه، این مطابق کلام خدا نیست. زن میتونه اطاعت نکنه، بلکه باید چکار کنه؟ باید از خود عیسی مسیح بخواد، چون عیسی مسیح سر مرده، از اون بالا بخواد که عیسی مسیح شوهرم را روشن کن، عوض کن، که از این خواسته دست برداره. و عیسی مسیح حتما این کار را خواهد کرد. بنابراین اطاعت زن باید مطابقت کنه با کلام خدا. همینطور محبت مرد باید مطابقت کنه با کلام خدا. نباید محبت لهو و لعب و فساد باشه. محبتی که مسیح نسبت به کلیسا نشان داد فداکاری بود. همونطور که یک مادر نسبت به بچه فداکاری نشان میده، مردم اگر میخواد نسبت به زنش محبت نشان بده، فقط دست کشیدن و نوازش کردن و جواهرات خریدن نیست، بلکه باید فداکاری کنه. یعنی باید وقتش را بده، باید خودش را، وقت خودش را صرف خدمت بکنه. حتی باید غم و غصه های زن و بچه‌هاش روی خودش گرفته ببره پیش مسیح و دعا کنه. باید بخواد که اون محبت واقعی در زندگیش دیده بشه، نه محبت فیزیکی و فقط هوا و هوس نفس باشه. اون محبت نیست عزیزان، اون هوسه، اون ارضاست، ارضای شهواته. محبت خیلی بالاتر از این هاست. محبت میگه کبر و غرور نداره. محبت نفع خود را طالب نیست. محبت از راستی خوشحال میشه و با ناراستی هیچ وقت خوشبخت نمیشه. بنابراین وقتی میخواهیم که محبت نشان بدیم به زن، باید مطابقت کنه به کلام، با کلام خدا. نکته سوم میگه محبت مرد به زن باید چطور باشه. میگه که همینطور که کسی بدن خودش را دشمن نمیداره و تربیت میکنه، نوازش میکنه، همینطورم میگه مسیح کلیسا را تربیت کرد و نوازش کرد. محبت نباید دشمنی داشته باشه. محبت واقعی اینه که انسان بتونه با نمونه شدن دیگری را اصلاح کنه، نه اینکه بزنه تو سر طرف، بلکه خودش نمونه باشه، خودش در همه چیز پیش قدم باشه. اون موقع است که خداوند از زندگی زناشویی خوشحال و زندگی شما را خدا تأمین میکنه، تضمین میکنه و در امن و امان زیر خون پربهای عیسی مسیح اون خانواده در عدالت زندگی خواهد کرد. خداوند از طلاق میگه متنفره. خدا از طلاق متنفر. عزیزان، خداوند باید سر خانواده باشه. یعنی وقتی اختلافاتی بین زن و شوهر ایجاد میشه، زن و شوهر باید زانو زده با هم از سر خانواده بخوان که او مسئله رو حل کنه، اون اختلاف سلیقه و اختلاف نظر رو، اینا رو او حل کنه. و عیسی مسیح این کار را خواهد کرد. پس عزیزان، برای اینکه ما بتونیم مال مسیح باشیم و از محبت او استفاده کنیم، باید زانو بزنیم هر کدوم از ما و بگیم ای خداوند، من گناهکارم، مرا ببخش، گناهان مرا پاک کن، مرا از درون و از بیرون
پاک و تمیز کن و مقدس بساز. همینطور که عیسی مسیح کلیساش را پاک میکنه، با خون خودش نوازش میکنه، مقدس میکنه، بیعیب میکنه، من هم میخوام ای خداوند با نمونه شدن، با فداکاری و با اون محبت خودت مرا عوض کنی، ما را عوض کنی. هر کس باید گناهان خودش را به مسیح اعتراف کنه و از مسیح اون اطمینان نجات را بگیره و سپس وقتی آرامش و شادی پاکی گناهان در وجود شخص آمد، انسان دیگه انسان شر نمیشه، انسان دعوایی نمیشه، بلکه انسانی میشه که طالب صلحه. همیشه جنگ ها را میخوابونه، آتش ها را خاموش میکنه، نه اینکه مشتعل میسازه. برای اینکه اطاعت بشه عزیزان، قبل از اطاعت باید محبت باشه. اگر محبت نباشه اطاعتی هم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه کلام خدا میگه مسیح اول ما را محبت کرد، بعدن از کلیسا خواست که کلیسا ازش اطاعت کنه. بنابراین مرد باید اول محبتی را نشان بده که اطاعت زن برگرده، انعکاس پیدا کنه. برای محبت داشتن ابتدا باید تسلیم بشیم. محبت میخواد که اول تسلیم بشیم. اگر ما خودمون را تسلیم عیسی مسیح نکنیم عزیزان، ما نمیتونیم از محبت مسیح برخوردار بشیم. پس فرمولی که عیسی مسیح به ما یاد داده خیلی ساده است و خیلی جالبه و خیلی شیرینه. در افسوسیان وقتی بخوانید، افسوسیان باب 5 آیه 22 تا 29، در اونجا وقتی میگه زنان از شوهراتون اطاعت کنید، این اطاعت بردگی نیست، اطاعت کورکورانه نیست، اطاعتی نیست که تمام دنیا فکر میکنه. عزیزان، زن را در شرق زیر پا میذارن، در غرب روی سر میذارن و این هر دو اشتباه است، چون که زن معاون مرده. خداوند وقتی از دنده آدم گرفت، دنده بغلش بود و این بغل یعنی معاون، یعنی زن کامل کننده مرد باید باشه، مرد هم باید کامل کننده زن باشه. عزیزان، برای اینکه ما در این امر موفق باشیم، تا خودمون را تسلیم عیسی مسیح نکنیم این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین برای اینکه ما امروز بتوانیم این پیروزی کامل عیسی مسیح را در خانواده خودمون داشته باشیم، حتی برای بچه هامون داشته باشیم، باید دعا کنیم. حتی برای بچه ها میگه ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید. ببینید، بچه ها باید اطاعتشون مطابقت کنه با کلام خدا، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. بعد میگه و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. همش کلام خداوند وجود داره. پس بیایید با هم دعا کنیم که این کلام خدا در ما نقش ببنده، تا ما وقتی حرف میزنیم کلامی از دهان ما بیرون میاد مطابقت کنه با کلام خدا. دعا کنیم ای خداوند، به نام عیسی مسیح، برای جلال نام تو میطلبم که مرا و خانواده مرا عوض کن، تمام گناهان ما را مرا بردار بر صلیبت و در قبر دفن کن عیسی مسیح، و با قوت و قدرت قیامت تو مرا و ما را عوض کن و مثل خودت بساز، زیرا برای جلال و شکوه و عظمت خدای یکتا می طلبم. به نام عیسی مسیح، آمین. جز تو اندر سما
محبوبم عیسی، نباشدم کسی پور خدا، چهره در آبن ما نورت بان فرما، دائم تو را جویم راحت پویم. مسیح من، خدای من، مرا به میخانه بیا بر عیسی، از آن شراب رو مستم فرما، تا مهر خدایی سوزد هر گناهی، نماند به خرمن پره کاهی. مسیح من، خدای من، چون او شود پدید رویش خواهم دید، نور آفتاب و ما شود تبا، چون جلال خدا ز چهره عیسی در فردوس بری شبد غری. مسیح من، محبوب من، امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.